الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. خدایا آغازی سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. با عرض سلام و درود خدمت تک تک بیننده های عزیزی تلویزیون خورشید و علاقمندان برنامه اسلام و فطرت، نهایت خرسند و خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما تا لحظاتی که در اختیار دارم قرار گرفتم و امیدوار هستم ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی کنین. دوستای نهایت عزیز و گرامی، صحبتمان در ارتباط دلایل وجود پروردگار جل و علا، ذات واجب الوجود. در زمین مفکوره های وجود داره، افکاری وجود داره، اندیشه های وجود داره که بلا شک اونها وجود خدا را والعیذ بالله انکار میکنن. به می خاطر است که انسان های وحشی و انسان های درنده بار میان و ده ها و صد ها مشکلات را به جامعه انسانی و به جامعه بشری رقم میزنن. دوستای عزیز، فصل اول ما حقیقت ایمان است. ایمان تشکیل شد، شخصیت تشکیل میشه. ایمان به معنی واقعیش تشکیل شد، انسان بدون شک در مقام قرار میگیره که واقعا کرامت انسانی و شرافت انسانی تقاضا داره و حتی تشبیه به ملائک پیدا میکنه. دلایل وجود خداوند در جلسات گذشته آغاز کردیم که ما مدرکاتی داشتیم، سه نوعه که توسط از او اشیا را درک میکردیم، برای وجود اشیا و عدم وجود اشیا پی می بردیم که یکش حواس خمسه بود و دوم عقل بود، سوم خبر صادق بود. حواس خمسه در شناخت خداوند جل و علا که قرآن کریم میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. هرگز چشمها که حواس خمسه است و شامل حواس خمسه است نمیتونه وجود خدا را درک کنه، نمیتونه خدا را حقیقتش درک بکنه. یعنی انسان نمیتونه توسط چشم، توسط دست، توسط لمس و امثال از اینا بدانه که خدا وجود داره و یا خیر. دوم، دوستای عزیز، عقل بود که خداوند جل ذکره در آیات متعدد قرآن کریم وقتی که قضایای علمی مطرح میشه عقل انسان را مورد خطاب قرار میده. افلا تعقلون، افلا یعقلون، آیا عقل خود به کار نمیبرن، آیا عقل خود به کار نمیبرین، آیا نمی اندیشین؟ عالمین، عالمون، کلمه علم و عقل اینا هم ارتباط داره به یک ریشه. وقتی قرآن کریم در سوره مبارکه نحل از انواع کوها بحث میکنه، از انواع مخلوقات بحث میکنه، بعد علم و عقل انسان مخاطب قرار میده، اشاره صریح به این است که انسانی که عقلش آگنده به شهوات نشده باشه، اولو الالباب باشه، عقل لب، عقل خالص، عقل پاک، عقل سچه خود به کار پرته، بدون شک پی میبره به وجود خداوند، به حقانیت پروردگار جل و علا. سوم، خبر صادق بود دوستای نهایت عزیز، که بسیار چیزهای است که ما ندیدیم ولی از طریق اخبار و ما اطلاع داده شده میپذیریم که بله این اشیا وجود داره. پس خداوند متعال جل ذکره در هر مخلوق و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، در هر چیز وقتی که شما ببینین دلالت بر وجود خدا میکنه. یعنی هر چیز کون فریاد میزنه که خالقی وجود داره. ایره از دلائل با استناد از قرآن و حدیث و از دلائل عقلی و نقلی با شما شریک میکنم دوستای عزیز. بدون شک در وجود حیوانات وقتی که شما نظر کنین، مرچه
علما میگه که 9000 نو در روی زمین وجود داره. 9000 نو این مورچه در روی زمین وجود داره. این البته علم ثابت میکنه و علما و دانشمندان در ایراستا کار کردن و بالاخره به این حقیقت پی بردن که تنها در مخلوقات به نام مورچه 9 از 1000 مورچه وجود داره. در هر نوع از این حکومت مستقل دارن، ملکه دارن، اینها کارگرای دارن، اینها حتی زراعت پیشه های دارن، اینها حتی یک بخش عسکری دارن که اگر شما متوجه شده باشین یگان مورچه وقتی بار خوده از چقوری بلند میکنه، ببینید که زورش نمیرسه باز آنتنای خود بلند میکنه. وقتی آنتنایش بلند شد به این معنا که با واکنش سری تماس گرفت و قوای واکنش سری اگر متوجه باشین پای دراز داره و بسیار سری حرکت میکنه. قوای واکنش سری میآید و بالاخره بار زیر بلند میکنه و باز این آنتن خود بلند میکنه. اونش هم به این معنا که ما به مطلب رسیدیم و دیگه مشکل حل شد، بعد او رخصت میشوه. یعنی مورچه ها یک نظام عجیب و غریب دارن. مری دارن، میده دارن، گرده دارن، قلب دارن، 6 چشم دارن. بعضی علما 5 چشم دارن، بعضی ها میگه 6 چشم دارن، پای دارن و همین رقم 9 سال عمر میکنن. در 9 سال مرچه ها 4 بار تغییر میکنن، یعنی 4 بار وجودشون خرد میشه دوباره رشد میکنن. این تغییراتی است در وجود مرچه ها. و حتی یک قوه دارن، یک قشری از مرچه ها مصروف تدفین اموات است، مرده های از اینا را دفن میکنه. و حتی در مرچه ها دوستای عزیز یک بخشی مربوط تبابت هست که تبابت میکنه زخمی های از اینا را. و حتی اینا کشورکشایی میکنن، از یک کشوری به دیگه کشور حمله میکنن، اینها چا میکنن، اینها مواد خوراکه دارن، اینها حتی ذخیره‌گاه های دارن، به هر حال گودام های دارن. این همه علمی است که امروز با ما ثابت میکنه که مورچه چنین است، در حالی که یک مخلوقه که ریزه که حضرت علی صاحب میگه انظروا الی النملتی فی صغر جثتها و لطافت هیئتها. شما به مورچه ببینین به خردی بدنش که چقدر یک مورچه بدن خرد و ریزه داره و همه رقم ظرافت جسدش که کلک سرش بانی جان میکنه و میمره. این با همه نظام کائنات گری خورده، یعنی نظام خلقت مرچه ها با نظام کائنات که ارتباط تنگاتنگ داره، مرقمی که تحول طبیعت انسان ها را متاثر میسازه، بارندگی نبارندگی کشت زراعت سر از اونا هم تاثیر داره. پس دوستای عزیز مرچه قائل است خلقتش که خدا وجود داره. از صنعت تدل على صانع، صنعت دلالت میکنه بر صانع که یک کسی اینمی شی را آفریده. وقتی شما کمره را ببینین حتما در ذهنتان میاد که در یک شرکتی ساخته شده، بالاخره یک فابریکی داره و یک کارگاهی داره و یک کشوری بالاخره از حمایت میکنه و به جهان به اصطلاح توزیع میشه. از صنعت تدل على صانع، صنعت دلالت میکنه به اینکه ایره کسی آفریده. و الخلق تدل على الخالق، خلقت و پیدایش دلالت میکنه که یک کسی را آفریده. سبحان الله. پس وقتی که هر شی دلالت میکنه و فی کل شی له آیتون، همش میگه خداوند وجود داره، بله انسان هایی که باور ندارن که خدا وجود داره، پس ما در انسانیت انسان شک داریم که اصلا انسان نیست. دوست عزیز خوش آمدین باز هم به ادامه بس دلائل بر وجود خدا. ما الدلیل على ان الله جل و علا موجود، دلیل بر ای که خدا موجود است چیست؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، در وجودتان خدا را نمی بینین، در کائنات خدا را نمی بینین. همش برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. حتی برگ درخت میگه خدا وجود داره، همه کائنات میگه خدا وجود داره، مورچه میگه خدا وجود داره.
یک مخلوق لطیف و نحیف و ظریف با این تنوع مخلوقات و با این تنوع خلقت با این تنوع رفتار و کردار با ما میگه بلی خدا وجود داره. پس الاثر تدل على المسیری، البعرة تدل على البعیری. شما اگر در راه رفته باشین در یگان کوه در یک دشت و بیابان میبینین که دانه های ریزی از پشقل حیوانات وجود داره. عقل شما براتان میگه، ذهن شما میگه که اینجا حیوان تیر شده. البعرة تدل على البعیری، بعره پشقل یعنی دانه ازیره. وقتی انسان میبینه میگه یک حیوان تیر شده، گوسپند تیر شده، بز تیر شده، حیوان تیر شده. الاثر يدل على المسیری، وقتی جای پای در یک جای دیدین که در گذشته تحقیق جناییشان یک شمی اثر قدم بود، اثر انگشت است، امروز اثر به اصطلاح سلاح است و امثال از اینا. یعنی اثر خودش میرسانه که اینجا کسی دست کرده، در ایرا یک کسی رفته، ایرا یک کسی استعمال کرده. اف سما اون ذات و ابراج، آیا ای آسمانی که دارای برجه هاست هفت طبقه است، و الارض و ذات و فجاج، و ای زمینی که دارای راه های گوناگون و تنوع اطراف و وسعت است، و البحر و ذات و امواج، و ای بحری که دارای امواج است، امواج گوناگون. افلا یدل علی الحکیم الخبیری، آیا ای دلالت نمی کنه که یک ذات حکیم و یک ذات خبیری وجود داره که ایر آفریده باشه و ایر خلق کرده باشه؟ بله. پس دوستای نهایت عزیز، مخلوقات وجود داره در کائنات که اگر ما به هر کدامش بپردازیم، یعنی امکان داره که سالها معصوبت ما دلایلی بر وجود خدا باشه، عقل در این مرتبه سوزان شود، فکر در این حال گریزان شود. محال است که ما بیم تمام ازیر به بس بگیریم. ما خیلی ضعیف هستیم و ناتوان هستیم از اینکه بیم خدا را به معرفی بگیریم. حتی مخلوق خدا را نمیتونیم به معرفی بگیریم. پس ولی امو دلائلی را که انسان را قانی می سازه، درون انسان را قناعت می ده که بله خدا وجود داره، او را انشاءالله با شما در جلسات آینده و در این جلسه شریک می سازم. ما شما صحبت کردیم دوستای عزیز که خداوند متعال جل ذکره از دو طریق قابل درک است. یعنی انسان از دو طریق می تانه خدا را بشناسه. یکی از طریق عقل، عقل خدا به کار ببرین، دانش خدا به کار ببرین، بعد مطمئن میشین خدا وجود داره. دوم از طریق نامهایش، از طریق اسماء الحسنا. خداوند نامهای نیکو داره و در قرآن کریم 99 اسم پروردگار به کار رفته. برخی از این نامها را با شما شریک میسازم که شما بین ببینین که بله چی نظام عجیب و غریبی در هر اسم پروردگار وجود داره، در هر نام پروردگار وجود داره. بشر شما میفهمین که تنها از اسکلت بدن خودش ناآگاه هست. یعنی یک کس وقتی که سالها درس میخونه، تحقیق میکنه، در یک بخشی از جسم انسان تخصص حاصل میکنه، انسان دیگه در یک بخش جسم دیگهش، انسان دیگه در یک بخش دیگهش، یک انسان متخصص قلب است، یک انسان متخصص گرده است، یک انسان متخصص شیش است، یک انسان متخصص جیگر است، یکی متخصص اعصاب است، یکی از جراحی است، یکی از داخلی عمومی است، یکی از فلان است. یعنی هیچ انسان نمیتونه بر تمام اجزای وجود انسان معلومات حاصل بکنه. پس وقتی انسان امی باشه، انسان قدرتش امی باشه، پس بلا شک انسان خودش مخلوقی است که آفریده شده، ایجاد شده. پس انسان در رابطه با خودش وقتی معلومات نداشته باشه به شکل کامل و علمیش، چیگونه میتونه در رابطه با مخلوقات دیگری پروردگار علم حاصل کنه و معلومات پیدا بکنه و بدانه که بله خداوند وجود داره. خداوند علیم است. یکی از نامهای خداوند علیم است. علیم بذات الصدور، خداوند داناست با آنچه که در سینه هاست. چگونه میشناسیم که خداوند علیم است؟ شما دقت کنین نکات دوستای عزیز. وقتی که انسان در بطن مادر میباشه، چشم انسان
که وظیفش دیدن در روشنی است، یعنی کمال در چشم بصیرت نیست که یک انسان بتانه با چشم هر کار بکنه. کمال در این لایتا است. وقتی این لایتا نباشه تمام چراغا گل باشه، چه تاریک می باشه، گرچه چشم داریم ولی چیزی را نمی بینیم. کمال در اینمی روشنی هاست، ولی این چشمی که در روشنی می بینه در کجا ساخته میشه؟ در جای تاریکی. سبحان الله. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ذاتی است عظیمی است که تصویر میبخشد انسان را در ارحام، در بطن مادر، طوری که بخواهد. وظیفه چشم دیدن است، لکن در داخل تاریکی ساخته میشه. یعنی یک ذات علیمی وجود داره که وظیفه چشم، یک چشم زمانی کار میکنه که از بطن تاریک بیرون میشه، این در یک دنیای روشن قرار میگیره. اگر چشم نمیداشت در دنیا چی کار میکرد؟ با مجرد پیدا شدن چشم خود باز میکنه و دنیا را میبینه، در حالی که چشم در جای تاریک آفریده شده. شما چی فکر میکنید؟ یک انسان وقتی که یک سوزن خلق کنه، یک تا سوزن، امی سوزن در خلقت شما ببرین، بگو یک سوزن جور کو خود تکه و داخل شو، تمام دروازهایش بند میکنم، لایتایش گل میکنم، چراغایش گل میکنم، می یک سوزن در داخل تکه و در تاریکی بساز ساخته میتونه؟ نمیتونه. میگه باید در روشنی بسازم، ولی چشم انسان با این ظرافت و با این لطافت در کجا آفریدش؟ در بطن مادر، در محل تاریک. همچنین پرنده بال داره، در داخل تخم بال ازی چی میشوه؟ رشد میکنه. یک ذات علیم و خبیر میدانه که این پرنده یک روز نیاز به پرواز داره. این پرنده نمیتونه در زمین سکونت کنه، بلکه باید پرواز کنه، حرکت کنه، بال داشته باشه. ولی این بالش در کجا رشد میکنه؟ در بطن مادر، در داخل تخم. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ما را همراهی کنین. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحث پیرامونی دلایلی بر وجود خداوند جل و علا خوش آمدید میگم. ذاتی واجب الوجود وجود داره و دلایلش این تنوع کائنات و خلقت کائنات و وسعت اطراف کائنات است و ده ها مخلوقات است. گفتم از کلمه علیم چی گونه بتانیم خدا وجود داره. خداوند یکی از نامهایش علیم است. علیم بذات صدور مخلوقات را در تاریکی می آفرینه، در حالی که وظیفش در روشنی است، وظیفش در دنیاست، در حالی که در بطن مادر آفریده میشه. غذایی را که امروز ما می خوریم، این غذا مرده هست، حرکت نداره، غذا گوش نداره، چشم نداره، پای نداره، قوت نداره، ولی وقتی داخل وجود انسان میشه این غذا چشم پیدا میکنه، از طریق این غذا چشم تقویه میشه. این غذا دست و پا پیدا میکنه، دست و پا انسان حرکت میکنه. این غذا گوش پیدا میکنه، میشنوه. این غذا قلب پیدا میکنه. این غذا همه چیز پیدا میکنه. همین هوایی که امروز ما و شما تنفس میکنیم، نمیشنوه، نمیبینه، نه حرکت میکنه، نه جان داره. ولی وقتی که در بدن نباتات یک جا میشه، تمام صفات پیدا میکنه. توسط این هوا نباتات رشد میکنه. در جایی که هوا نباشه نبات از بین میره. در جایی که اکسیژن نباشه نبات از بین میره. شما ببینین، هیچ امکان نداره دنیا بدون این انسان، بدون اکسیژن زندگی کنه. ولی از یعنی تا وقتی که دنیا آباد است، حرکت اکسیژن و خلقت اکسیژن، پیدایشی از این ختم نمیشه. چرا؟ خداوند در مقابل از این نباتاتی را آورده که کربن کش میکنه و خود میگیره، استنشاق میکنه و بالاخره به ما هوای تازه و اکسیژن تازه میده. یعنی انسان نیاز با اکسیژن داره، ولی این وظیفه را نباتات انجام میده. به می خاطر است که انسانی که محیط زیست ملوث میسازه و آلوده میسازه، که آیات متعددی در قرآن پاک داریم که دلالت بر حفاظت محیط میکنه، حفاظت آب، حفاظت هوا. نبی کریم علیه السلام میگه یعنی آب وسیله حیات انسان است. کسی که آب ملوث بکنه، یعنی بزرگترین جنایتی را مرتکب شده در حدیث شریف میه که کسی اجازه نداره در آب قضای حاجت کنه و یا گندگی خود بندازه.
چون این همه وسیله حیات انسان هاست. ولی تمام ازیره ذاتی واجب الوجود در خدمت انسان ها قرار داد. و دهان و مخلوقات دیگر دوستای عزیز وجود داره که اگر ما به هر کدام از او بپردازیم، در مثال خداوند متعال ذاتی بصیر است، بیناست، ذاتی حکیم است. یعنی تمام تصرف پروردگار بر اساس حکمت است. شما در ظرافت خلقت بینی توجه کنین، در ظرافت خلقت چشم توجه کنین. شما ببینین وظیفه چشم چی است که باید اشیا را ببینه. شاید تا امروز فکر کرده باشین که همی بینی چرا آمده در کنار چشم قرار گرفته. در وسط دو تا چشم بینی آمده. بینی را وظیفهش ایسته که 24 ساعت هوای تازه را داخل بدن کنه و انفاس انسان در حرکت باشه و بتواند تمام رگها در حرکت باشه و تمام وجود. حتی اگر خواب هم باشیم این وظیفه بینی یعنی پیش میره و با وظیفه خود ادامه میده. ولی چرا آمده در پیش چشم قرار گرفته؟ شما میفهمین که وجود بینی در مقابل دو تا چشم به خاطر چیست؟ به خاطر عزیزه که امکان داره از طریق بینی اگر در پیش چشم نمی بود، در دیگه جای بدن انسان می بود، از طریق بینی چیزهای وارد وجود می شد، وارد بدن می شد که به صحت انسان مضر بود و چشم او را نمی دید. پس ایر آورده تحت مراقبت دو چشم قرار داده تا توسط ازی اکسیژن داخل بدن شوه، هوای صاف و پاک داخل وجود شوه. نکته دیگری که در بینی وجود داره دوست عزیز، شما می فهمین که قسمت بالای از زیر استخوان قرار داده. قسمت بالای بینی به خاطر چی یعنی پوششی از استخوان است؟ به خاطر عزیز دوست عزیز که اگر بینی ما استخوان نمی داشت، در اثر برخی حوادث و فشارها و برخی امراض بینی ما می چسبید، بالاخره امکان عبور و مرور باد در بدن انسان نمی بود. پس به این خاطر خداوند متعال جل ذکره قسمت بالا از زیر استخوان قرار داده و قسمت پایین از زیر یا ابتدای از زیر شما ببینید گوشت قرار داده. اگر تمام از این استخوان می بود شخق می شد، آبی که داخل بدن داخل وجود می شد و از طریق دماغ این آب خشک می ماند، انسان نمی تونست بینی خود پاک کنه. و اگر بینی خود پاک می کردیم مجبور بودیم که به یک کسی مثل که بوت پالش می کنه، یک کسی می بود که داخل از این پالش می کرد. یعنی دهان و حکمت های سر و رازی در خلقت ازی دوسته ازی وجود داره. دیگر از وظایف بینی چیست؟ در موسم تابستان اگر شما دقت کرده باشین بینی انسان سرد می باشه. در موسم زمستان بینی انسان گرم می باشه. در اینجا فشار خون است. در بینی خون جمع میشه در موسم زمستان. چرا؟ هوایی که از طریق بینی داخل بدن میشه، از طریق استنشاق داخل وجود میشه، این هوا اگر بینی گرم نباشه، ای را فلتر نکنه، تصفیه نکنه، داخل وجود گرم کرده داخل نکنه، انسان زود مریض میشه. انسان شیشه های از ایر آب میگیره. پس در موسم زمستان بینی خود گرم میسازه تا آب و هوا فلتر شود داخل وجود بره، و در موسم تابستان این بینی سرد میشه تا آب و هوا را سرد ساخته داخل بدن و وجود انسان بکنه. پس هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. دوست عزیز ای بحث زیبا را با شما در جلسات آینده شریک می سازم. از اینکه وقتی برنامه ما تمام است ناگزیر با شما خدافظی کنیم. از اینکه تا آینده ما را همراهی کردین از همه تان تشکری می کنم. شما را به لایب نیاز تا دیداری بعد و برنامه بعد می سپارم. الله نگهدار.